قراره از این بعد یه سری از سوالات شما رو توی پست‌های ویدیویی جوابش رو بدیم که همه بتونن ازش استفاده کنن. خب دیروز من یه سوالی رو دریافت کردم، برای اینکه بخوایم یه فید مخملی داشته باشیم چه کاری رو باید انجام بدیم؟ خب اولا من مدرس آرایشگری نیستم، اما با توجه به تجربیاتی که دارم و سوالاتی که مکرر ازم پرسیده میشه و سعی میکنم تحقیق بکنم، دوست دارم که جواب این سوال رو بدم که حالا بقیه بچه هم بتونن ازش استفاده کنن، هرچند که میدونم شما هم جواب این سوال رو میدونید. پس یه ما خدای نکرده بی احترامی و بی ادبی به کسی نشده باشه. خب برای اینکه شما یه فید ژورنالی و مخملی رو داشته باشی، باید این نکته رو بدونی که با یه دونه تیغه هیچ زمان نمیتونی کنتراست فید تو بالا ببری. یعنی اگه قرار باشه تو تمام لاین های فیدت شما از یه نوع تیغه استفاده بکنی، این کنتراست فید توی یک لول قرار میگیره و تغییری و اون حالت مخملی رو شما نمیتونی خیلی به چشم ببینی. اما زمانی که شما بیای ترکیبی از دو تا تیغه، یعنی لاین های روی پوست سر مشتری تو، زمانی که داری روی پوست کار میکنی با تیغه تیپر کار بکنی، چرا؟ تخصصی ترین جوابش اینه که تیغه تیپر رو زاویه 45 درجه طراحی شده و آناتومی سر انسان بهترین عمل کردش توی زاویه 45 درجه است. یعنی شما توی هر زوایایی از جمجمه سر انسان بخوای با تیغه تیپر کار بکنی، بهترین عمل کرد روی پوست این زاویه برش داره. از زمانی که میای ترکیبی از تیغه فلت و تیپر رو کار میکنی، لاین های روی پوست تو با تیغه تیپر کار میکنی و لاین های بالاتر تو زمانی که میخوای شونه بذاری روی تیغه ماشین، میای با تیغه فلت کار میکنی، کنتراست فید تو بالا میبری و در نهایت نتیجه کارت یه فید مخملی یا یه فید ژورنالی میشه.